سلام به همه بچه های خوب آترین معاد آد هستم تو ادامه بحث فیلترها و مبحث حالا فیلتر اختصاصی پولار کوردینیت میخوام با هم ببینیم که این فیلتر چه قابلیتایی رو داره و چه کمکی با ما میکنه تو بحث طراحی همون و چه کارهایی میتونیم ازش بخوایم و اون کار رو برامون انجام بده مثلا یکی از کارهایی که پولار کوردینیت خیلی راحت انجام میده ساخت تشعشعات نوریه و شما میتونید تو کارهای طراحیتون به راحتی ازش استفاده کنیم یه فایل جدید میسازیم تو قطع مربع 900 پیکسل در 900 پیکسل برای من تو این کار مناسبه خب یه مقدار اجازه بدید فضا رو بزرگتر کنم خب اول باید یه سری مستطیل یا خطای مشکی رنگی رو بسازیم که با تکرار اونها بتونیم از فیلتر پولار کوردینیت استفاده بکنیم یک لایه جدید میسازم و با انتخاب حالا با فعال کردن ابزار انتخاب به صورت مستطیل محدوده ای رو انتخاب می میکنیم حالا هرچی نازکتر باشه تعداد خطاتون بیشتر باشه خطوطی که میخواین برای پولار کوردینیت تعریف بکنید بیشتر میشه و به زیبایی بیشتری رو پیدا میکنه تو این حد فکر میکنم کافی باشه فضایی که میخوام انتخاب بکنیم رنگ رو به حالت مشکی در میارم و با زدن کلید آلت و فرمان فیل رو اجرا می کنم و این خطی که میخواستیم رو رسم میکنیم خب حالا بعد یه سری کپی بگیریم از این و داپلیکیت بکنیم با نگهش که ایده آلت شیفت یه کپی از این لایمون میگیریم میاریم انتهای کار متا یه چیز رو دقت کنین اگر که دو طرف کار رو خط مشکی بذارین و ما بین این رو خطوط مشکی دیگه پر بکنین یه مقدار پولار کوردینیتتون خطا داره پس سعی کنین به اندازه همون زخامتی که الان این مستطیل رو کشیدین از انتهای کار خالی بذارین برای دیپلیکیت گرفتن این خطوط یعنی چی یعنی که حالا الان من میخوام بین اینها خطوطی رو پر کنم یه تکنیک کوچیکی رو هم با هم اینجا ببینیم من کلید کنترل جی رو مرتب میزنم همطور که میبینیم تو پنجاه لیرز داره کپی میگیره از این به تعداد حالا هر تعدادی که شما کنترل جی بزنین و بخواین حالا خطوطتون زیاد باشن که لایه بالایی رو انتخاب میکنم میام پایین شیفت رو نگه میدارم روی لایه کلیک میکنم حالا با انتخاب گزینه دیستریبیوت و زدن این دکمه میبینیم که خطوط رو بین هم تقسیم میکنه خب حالا الان نسبت به کاری که میخواین تحرایی کنید اگر فاصله بین خطوطتون زیاده میتونین از تعداد این لایه ها کم بکنین مجددا دیستریبیوت رو بزنین فاصله ها حالا بیشتر میشه اگر که تعداد لایه هاتون رو زیاد کنین مثلا از این لایه من یه تعدادی داپلیکیت دا میگیرم با زدن کنترل جی مجددا دوباره میام این بالا برمیگردم پایین تو این حدود دوباره دیستریبیوت رو میزنم حالا همونطور که خطوط بیشتر شد و تیرگی های بیشتری به برای کار ما مناسبه تمام لایه الان به حالت انتخاب درآمده کلید کنترل ای رو میزنیم تا لایه با هم مرج بشن و بتونیم فرمان پولار کوردینیت رو اجرا بکنیم میریم فیلتر دیستورت و پولار کوردینیت رو اجرا میکنیم خب خیلی یک خطای نوری رو به صورت چرخشی برای ما تمام خطوطمون رو به حالت به مرکز صفحه میچرخونه و خیلی افکت خاصی رو ما میده و میتونیم کار بکنیم دقت کنید رکتنگولار تو پولار رو انتخاب کرده باشین اگر گزینه پایینی باشه یه افکت دیگه ای رو خلق میکنه این هم به هر حال تو کارهای طراحی دیگه ای ازش استفاده کنین اما الان محوریت بحث ما گزینه اول انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم خب خطای ما رو کشید و تقریبا یعنی دور هم دیگه می چرخونه در مرکز صفحه یه بحثی که وجود داره اگر که شما روی لایه زمینتون مرج بکنین این سفیدا رو بعدا دوباره باید انتخاب بکنین و پاک بکنین ولی اگر که به حالت ترانسپرنت باشین دقیقا من اگه بگراند خاموش کردم الان ببینید دقیقا به حالت ترانسپرنت هست و خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد خب یه فایلی رو من داشتم از قبل آماده کرده بودم برای اینکه بخوایم از این های نوری که ساختیم تو این استفاده کنیم کلیک و درگ میکنیم و این رو به داخل این لایه پیست میکنیم این فایلمون رو خب فکر کنم جاش خوب باشه تو همین حدود حالا برمیگردیم دیگه اجرای فرامین و ست کردن استایل های مختلف برای کار طراحیمون دابل کلیک میکنم روی لایه که آوردم و این لایه قبلا دوربر شده بود دقت داشته باشین که یه لایه با لایه دست و کتابی که وجود داره بالا قرار داره و لایه نوری که ساختیم رو من این زیر قرار دادم خب پنجره لیر استایل رو باز می‌کنیم. گزینه های مختلفی برای ما هست من اول فیل رو کم میکنم برای اینکه لایم رو به من نمایش نده پیکسل های لایم به حالت شفاف در بیاد اما استایل هم ست بشه اینرگلو اولین گزینه که من دوست دارم روی این کار استفاده بکنم اینرگلو رو فعال میکنیم خب سایز رو مقدار بالا میبریم فکر کنم تو این حد مناسبه مود رنگیش رو هم روی هارد لایت قرار میدیم بلند مودش رو و حالا هر رنگی رو نسبت به کار خودتون شما میتونید اینجا ست بکنین مثلا روی این کار من فکر میکنم رنگ سفید هرچی بریم بهتر باشه برای کار من اوکی رو میزنیم یه مقدار میخوام دورش محتر باشه میتونیم از فرمان گلو استفاده کنیم خب آدرگلو گلو رو فعال میکنم این هم تنظیمات خاص خودتون رو نسبت به طراحی که دوست دارین انجام بدین مثلا توی این حد فکر میکنم برای کار من خوب باشه آره سایزش رو روی ده میذارم و مود رنگی اسکین رو همین رنگ زرد هم برای من مناسبه و میتونیم اوکی کنیم خب همونطور که می‌بینیم از مرکز صفحه یا اون نقطه ای که ما دوست داریم قرار بدیم نور ما تشعشعاتش میره به سمت بیرون حالا افکت خاصی رو میشه اجرا کرد مثلا این رو هر قسمتی از کارتون میتونید درگ کنین جابجا جا کنین قرار بدین یا اینکه حتی میخواین نور تا انتهای صفحه نره میتونین از فرمان لیر ماسک استفاده بکنین من اینو ببندم خب اینجا میتونیم مثلا تو این کار لیر ماسک رو اجرا بکنیم با انتخاب ابزار و نوع فورگراند تو ترانسپرنت رنگ مشکی رو به ترانسپرنت فعال میکنیم کلیک میکنم با نگه داشتن کلید شیفت کلیک و درایگ میکنیم انتهای کار رو یه مقدار مفتر میکنیم خب الان مود من چون سیرکله یه مقدار حالتش خوب نیست حالت معمولی قرار میدیم از این سمت دوباره دوبار به این سمت این هم همینطور خب میدیم چطور شد از پایینم هم همینطور یه افکت خیلی خوبیه برای ما اجرا میکنه و خیلی راحت میتونید تو کارهای تئوریتون از این فرمان یا از این فیلتر استفاده بکنید و به خلق آثارهایی که حالا خلق نورهایی که توی کارتون بهتون کمک بکنه برسید. متشکرم که با من بودید.